مگه ترکیه هم قوانین مالیاتی داره؟ اصلا مگه درآمد از یوتیوب شامل مالیات میشه؟ چقدر از درآمدم رو باید مالیات بدم؟ چی کار کنم که مالیات کمتری بدم؟ سلام من سمو هستم توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه این سوالات رو بررسی کنیم و اینکه همین اول ازتون سه تا کار میخوام که انجام بدیم اول اینکه این ویدیو قسمت دوم یه ویدیوی دیگه است که توی اون قسمت اول از خانه یکم تا چهارم رو من بهتون گفتم راه های د... کسب درآمد از یوتیوب تو این ویدیو میخوایم خانه پنجم تا هفتم رو بررسی کنیم پس اگر اون ویدیو اولیار ندیدین لطفا از اینجا که لینکش رو براتون میذارم برید اون رو ببینید و زودی بدوید بیاید کار دومی که میخوام ازتون انجام بدید اینه که اگر اون دکمه سابسکرایب و اون پایین هنوز قرمزه خواهش میکنم که از قرمزی درش بیارید ما رو سابسکرایب کنید میدونم که قرمز رنگ عشقه ولی نه در این مورد و سوم اینکه ما رو لایک کنید ما رو لایک کنید و توی قسمت کامنت ها نظرتون رو در مورد این ویدیو و این سبک ویدیو ها به همون بگید بعدم بشینید و تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید ترکیه هم مثل همه کشورهای دنیا به درآمد یوتیوب و یوتیوبرها مالیات میزنه ولی گویا این قوانین یه چند سالیه که تصویب شده یه سری از یوتیوبرهای ترک به خاطر اینکه اطلاعات مالیاتیشون رو ارائه ندادن و مالیات پرداخت نکردن متاسفانه بهشون جریمه های سنگین چند صد هزار تا یک میلیون لیری هم خورده میدونم که مباحث مالیاتی و مالی خیلی جذاب نیستن حوصله سربر هستن برای خود منم همینطوره حقیقتش رو بخواین من خودم اصلا از این مباحث مالیاتی تا حداقل تا قبل از کانال یوتیوب اون سردر نمی آوردم من سعی کردم خیلی ساده به زبون ساده خودمونی توضیحش بدم و خیلی وارد جزئیات نشم که حوصلهتون سر نره حالا ممکنه پیش خودتون بگین که اصلا بابا از کجا میفهمن که داره از طرف یوتیوب برای من درآمدی میاد این درآمد برای شما از طرف گوگل آیرلند پرداخت میشه همین کافیه تا شاخک های اداره مالیات رو تیز بکنه و خیلی راحت بتونه شما رو پیدا بکنه همین الان خیلی از یوتیوبرها ها هستن حالا چه خارجی ایرانی و یا خود ترک که دارن فعالیت میکنن درآمد هم به دست میارن و مالیات هم پرداخت نمیکنن ولی اینو بدونن که دیر یا زود باید این مالیات رو پرداخت کنن حالا یا چند برابر به صورت جریمه یا اینکه خب حالا مالیات اصلیشون رو پرداخت کنن که من تو این ویدیو میخوام بهتون یه کارایی یاد بدم یا یه کاری یاد بدم. دم که مجبور نباشید مالیاتی پرداخت بکنید بین خودمون بمونه ولی خب حالا تا ادامه بیاد ویدیو با من همراه باشید حالا میخوایم به صورت قانونی بچه خوب باشیم و مالیاتمون رو پرداخت کنیم حالا اصلا چقدر باید پرداخت کنیم چه جوری باید پرداخت کنیم چی کارا باید بکنیم خانه پنجم استخدام یک محاسب جی یا همون به زبان خودمون حساب داره چطوری میتونید یه محاسب جی پیدا کنید باید به دفاتر و شرکت های مالی مشاور سر بزنید یا از دوستان ترکتون آشنایان ترکتون پرسجو کنید بالاخره یه محاسب جی اطرافیانشون میشناسن حقوق ماهیانه ای که شما به یک محاسبه جی پرداخت می کنید بین 200 تا 300 لیر متغیره این هم بستگی به اون شرکت مالی مشاور و خود همون محاسب جیه داره خانه بعدیمون که میشه خانه ششم اینه که شما یک شرکت شخصی باید ثبت بکنید خیلی کار سختی نیست محاسبه جی شما رو راهنمایی میکنه که چی کار کنید و چه مراحلی رو طی بکنید دو تا راه داره یا اینکه ثبت شرکت شخصی رو خودتون انجام بدین که از طریق ای دولت وارد میشید و مراحل ثبت شرکت شخصی رو پله به پله میرید و راه دوم اینه که یه وکالت نامه توی دفتر یکی از دفاتر نوتر به محاسبه جیتون میدین و اون براتون شرکت شخصی رو ثبت میکنه بعد اینکه شرکت شخصتون رو ثبت کردین یعنی همون موقع که دارین ثبت میکنین ازتون یه آدرس میخواد آدرس اون محلی که توش دارید فعالیت میکنید خب شما دارید شرکت ثبت میکنید یعنی دارید یه کاری انجام میدید حتی به عنوان یه یوتیوبر بالاخره یه محتوایی تولید میکنید یه کاری میکنید حالا اگر یه دفتر خاصی دارید که حالا آدرس رو میزنید اگه محل کارتون هم خونهتونه مثلا مثل من آدرس خونهتون رو میزنید بعد اگر این محل محلی که اون آدرسی که اونجا زدین اجاره باشه شرکت مالی مشاوری که با محاسب جیش و اینو شما دارین کار میکنین روی شرکت شما یه بیان نامه میزنه ولی گویا اگر این محل متعلق به خودتون باشه یعنی سندش به نام خودتون باشه دیگه اون بیان نامه نیازی نیستش اگر مراحل ثبت شرکت شخصی رو خودتون انجام بدین از طریق همون پورتال ای دولتی که گفتم هیچ از اینه نداره ولی اگر بخواین به محاسبه جیتون وکالت بدین که اون انجام بده با توجه به اینکه تو دفتر نوتر شما وکالت رو میدین باید هزینه وکالت و اون نوتر رو اینا رو کنار بگذارید کنار بگذارید نه کنار بذارید باید اینجا یه نکته رو بگم که توی ترکیه شرکت ها انواع مختلفی دارن ولی شرکت شخصی که شما ثبت میکنید یا همون شاهز شرکتی کوچکترین و محدودترین نوع شرکته خانه هفتم هم میشه اینکه شما بعد از اینکه مراحل ثبت شرکتتون تموم شد توی هفت روزه هفت روز. <applause> توی هفت روز کاری یه بازرس به خونتون یا شرکتتون یا همون محلی که آدرسش رو اونجا ثبت کردین مراجعه میکنه و اینا بهش میگن یوکلاما یعنی yani همون حضور غیاب خودمون میشه میخوان مطمئن بشن که شما اونجا حضور دارید و اینکه بعد از اینکه میان برای بازرسی و مطمئن میشن که شما اونجا حضور دارین و اونجا دارین فعالیت میکنین بهتون تاییدیه رو میدن و اینجا عملا کارهای شما برای ثبت شرکت تموم شده میمونه چی؟ میمونه پرداخت مالیات حالا باید مالیات چقدر بدم؟ چجوری بدم؟ میگم الان بهتون توی تمام جاهای دنیا انواع مختلفی از مالیات وجود داره توی ترکیه هم همینطور مدل مختلفی از مالیات وجود داره که همشون هم باید پرداخت بشه اولین مدلش کادوه یا همون مالیات بر ارزش افزود است که برای یوتیوب ماهی 18 درصده یعنی شما ماهی 18 درصد از درآمدتون رو به عنوان مالیات بر ارزش افزوده باید به دولت پرداخت کنید وای مدل مالیات گلیر ورگسی یا همون مالیات بر درآمده که به صورت سالیانه گرفته میشه اگه اشتباه نکنم مارت هر سال یعنی سوای ماه سال بر اساس درآمد سال گذشتهتون گرفته میشه مقدار این مالیات 15 تا 40 درصد با توجه به درآمد سال گذشتهتون متغیره حالا پیش خودتون میگین ای بابا همه درآمد کانالم هم رفت که اصلا چی موند واسه من ولی یه راهی وجود داره که مالیات ندید و یا حد اقل رو بدید خیلی کم بدید تمام این مالیات هایی که الان گفتم با توجه به درآمدتون با توجه به میزان درآمد خالصتون متغیره یعنی چی یعنی در طول ماه تمام هزینه ها و خرج هایی که شما انجام میدید و برای شرکتتون هزینه میکنید از اون درآمد خالصتون کم میشه مثلا یه دوربین جدید میخرین برای کارتون گوشی موبایل تهیه میکنین ماشین اجاره میکنین خب به عنوان یوتیوبر حالا مثلا جایی برید یا کلا هر هزینه ای رو که شما در طول ماه انجام میدین به محاسبجیتون ارائه میدین و اون از درآمد خالصتون کسر میکنه و شما از این روش میتونید درآمد خالصتون رو روی صفر یا نزدیک به صفر نگه دارین بنابراین قرار به چی مالیات بخوره؟ هیچی ولی اینم بگم یه سری خرج ها هست که خرج های ثابت ماهیانه شرکتتونه و هیچ ربطی به درآمدتون نداره و باید پرداخت بشه مثلا ماهی حدود 64 لیر مالیات ارزش افزوده شرکتتونه هر سه ماهی حدود 170 لیر گچیجی ورگسی و محتصار هست سال 133 لیر هم گلیر ورگسی شرکتتونه یعنی اگه اون 250 هزار،, 250 هزار نه اون 250 لیر حقوق محاسبه رو هم در نظر بگیرین تقریبا ماهی 400 لیر خرج ثابت شرکته که باید پرداخت باشه و هیچ ربطی هم به درآمد شما نداره پس اینجا یه توصیه دارم براتون اگر درآمد کانالتون کمتر از 400 لیره و یا تازه به درآمد رسیدین و هنوز درآمد خیلی خوبی ندارین براتون نیامده برین توی اکانت ادسنستون و ترش هولد اکانت ادسنستون رو که به صورت نرمال روی 200 لیره بالا ببرید یعنی چی یعنی اینکه درآمدتون وقتی میبرینش بالا به اون سطح به اون حتی نرسیده براتون واریز نمیشه و توی این مدت حالا تا در مقدار بره بالاتر به امید خدا کارهای ثبت شرکت و باقی کاراتون رو انجام بدین کاری که ما خودمون خیلی دیر متوجه شدیم متاسفانه و قبل اینکه بخوایم به خودمون بجنبیم برامون واریز شد و خب از زمانی هم که واریز میشه دیگه شما مشمول اون مالیاته میشید و باید که خیلی سریعتر کارهای ثبت شرکت و مالیاتتون رو انجام بدید یادتونه توی اون ویدیوی قبلی گفتم که چقدر خوب شد که حساب ادسنس به نام من شد حالا بعدا بهتون تو ویدیو ویدیو بعدی مالیاتیه میگم کیا یادشونه چرا گفتم ترک ها وقتی که اینجا شرکت شخصی ثبت بکنن باید برای خودشون بیمه خیش فرما رد بکنن این بیمه خیش فرما ماهی 1055 و پنج و پنج لیر هزینه داره اما برای ما خارجی ها این قضیه خیلی متفاوته اگه شما یکی مثل من هستین که جای دیگه مشغول به کارین و اجازه کار دارین و اون محل کارتون داره برای شما بیمه رد میکنه و سگکا دارید همون بیمه دولتی سگکا دارید دیگه نیازی نیست اون حق بیمه 1055 لیر رو پرداخت بکنید اینجا یه امای بزرگی وجود داره اگر شما اجازه کار ندارید و جای مشغول به کار نیستید مثل یک ترک نمیتونید برای خودتون شرکت شخصی ثبت بکنید و بیمه خیش فرما بگیرید و رد بکنید. در این صورت باید یه شرکت لیمیتد با سرمایه حداقل 100 هزار لیر ثبت بکنید و با استخدام 5 نفر ترک بیمه رد کردن برای 5 نفر ترک برای خودتون اجازه کار بگیرید. خب این برای یه کانال یوتیوب خیلی اقتصادی به نظر نمیاد. خب پس باید چی کار کنید؟ یا باید یکی از دوستان و آشنایانتون که یه شرکت لیمیتد داره رو پیدا کنید و از طریق ایشون برای دریافت درآمد کانال یوتیوبتون اقدام کنید یا یعنی اینکه کلا بی خیال پرداخت مالیات بشید و به این امید باشید که گیر نیفتید که من خودم خیلی توصیهش نمی کنم ماها به عنوان مهاجر باید خیلی بیشتر مراقب باشیم یا اینکه از طریق شرکت های واسطه که به نام MCN هم شناخته میشن اقدام کنید ناگفته نمونه که این شرکت های MCN تمام این مالیات هایی که از اون اول تا الان گفتم ازتون میگیرن و یه بخشی هم به عنوان پورسانت خودشون میگیرن خب طبیعیه دارن یه خدماتی به شما ارائه میدن یعنی اگه بخوام کلی بگم چیزی حدود 40 درصد از درآمد کانالتون میره اگه با اون شرکت های واسطه کار بکنید مرسی که تا اینجا با من همراه بودین اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردین هنوز یه کورسوی امیدی وجود داره لطفا این کار رو انجام بدین این ویدیو رو لایک کنید اگه دوست دارید از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید اون زنگوله ها رو به صدا در بیارید اگه سوالی براتون پیش اومده نظری انتقادی پیشنهادی چیزی دارید خیلی خوشحال میشم که توی کامنتها ببینم اسمای قشنگتون رو تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار